با درود خدمت شما بزرگواران در مورد مهاجران افغانی طی یک سال گذشته مطالب زیادی رو خدمت شما ارائه دادیم و گفتیم که این دوستان افغانی هم قربانی نظام سلطه جهانی هستند و ایجاد تنفر در سطح جامعه عملا راهکار برون رفت از این مشکل نیست ورود افغانی ها به ایران به صورت سیستماتیک و هوشمند انجام میشه و در چهار بود باید اون رو بررسی کرد امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امروز میخواستم به یکی از ابعاد این موضوع بپردازم که شاید برای شما هم های اهمیت باشه همونطور که ما هفتش ماه پیش خدمت شما ارائه کردیم دی توییتی گفتیم که شرکت های چینی به ایران خواهند اومد و طی سند 25 ساله ای که با جمهوری ولایت فقیه امضا شده یک سری ساخت و سازهایی در داخل ایران انجام خواهند داد و عملا حمل و نقل ریلی و ترانزیتی ایران رو مدرن خواهند کرد و برصد با ورود ناوگان‌های های اتوبوس و مترو به داخل ایران موجب میشن که مردم زیاد نیازی به اتومبیل شخصی نداشته باشن و بعد از اون بنزین گران خواهد شد ورود افغانی ها یکی از دلایلی هستش که برای نیروی کار ارزان هست علاوه بر اینکه در داخل ایران نیروی کار ارزان هست خیلی از ایرانی ها کار نمیکنن یا به واسطه به صورت دلالی یا بلاگری یا به هر صورت کارهایی که در جامعه الان عرف شده زیاد ورشا به سمت کارگری و پیمانکاری هدایت نمیشن برای پروژه‌ای که قرار در داخل ایران انجام بشه افغانی ها به ایران اومدن قبلا هم گفتیم افغانی جایی میره که پول بتونه به دست بیاره و برخلاف ما ایرانی ها افغانی ها جامعه متحدی هستن و زمانی که بدونن جایی که براشون سود داره هموطنان خودشون رو هم دعوت میکنن البته قبلا هم گفتیم این ورود سیستماتیکه در داخل ایران بر صورت شرکت های چینی شروع به بر صورت ساخت و ساز کردن در حومه شهرهای بزرگ و همونطوری هم که شاید اخبار رو دنبال کرده باشین 27 شهر ساحلی در حاشیه خلیج فارس و در دریای عمان در حال ساخت و ساز است در حاشیه تبریز، مشهد، اصفهان، تهران این ساخت و سازها انجام میشه و اگر هم تویت های ما رو دنبال کرده باشین گفتیم که طبق سناریویی که دولت رئیسی چند ماه قبل اعلام کرد قرار شدش یک استان جدید در حاشیه تهران به عنوان تهران غربی تشکیل بشه و این استان که شامل رباط کریم زرند چند تا از شهرهایی که الان یادم نمیاد استان مرکزی و چند شهر در تهران هستن به عنوان استان تهران غربی به مرکزیت پرند در این مح... و حال این استان که قرار خیلی از کارخونه ها و تولیدی های کشورهای خارجی مثل چینی ها وارد بشن منطقه آزاد فرودگاه امام هم هست که باعث میشه محافظ از مالیات بشه برای همین برای ساخت و ساز در این مناطق و علاوه بر اون هایی که چینی ها در داخل ایران پیاده میکنند و اون 27 شهر ساحلی که قرار بسازن اینها نیاز به نیروی کار دارن و اگر هم دقت کرده باشین خیلی از افغانستانی ها جاهایی که ساکن شدن و سکونت داده شدن جاهایی هستش که قرار این پروژه ها پیاده بشه و شما میتونید به در ورامین روبات کریم اکبر روبات و خیلی از شهرهای در هاشیه تهران ببینید که اونجاها عملا محله یا اون خیابون دست افغانی ها افتاده و با این پروژهی که بر صورت ابراهیم رئیسی تیه سند بی سی که اینو در برصورت دوباره در توضیح خواهم داد در ادامه از تهران جدا میشه و تهران یک مقدار از اون بار جمعیتیش کاسته میشه جدا شدنش حالا در واقعیت اینه که بودجه جداگانه میگیره و قانون و قواعدش فارغ از تهران میگیره و این باعث میشه که در یه سری از فرایندها تسهیل انجام بشه این, این آسانکاری بشه و خیلی از مراحل اداری که نیازمند هماهنگی ما مرکز هست به واسطه ایجاد یک استان سریعتر جلو بره برای همین میبینیم که در این بود خیلی از کارگرهای افغانی و حتی پاکستانی و سریلانکایی و بنگلادشی هم به داخل ایران هدایت شدند و بر صورت ما به گفتیم که ایران تغییر ماهیت خواهد داد علاوه بر این که به عنوان یک تولید صورت... در منطقه شناخته خواهد شد یک قطب توریسم در منطقه هم معرفی میشه و این جزء سند بی سی هستش که حالا امروز خبر در خبرها دیدیم که ویزای ایران رو برای 28 کشور مثل ژاپن، مکزیک و هند برداشتن و به این پروژه داره جلو میره این یکی دو سال دو سالی هستش که شرایط سیاسی و برسات مهره های اضافی در داخل ایران و البته در منطقه حذف میشن و ایران طی یک فرایندی از برصورت این حالتی که هست این برصورت قرانتینه ای که آمدانه طی 43 سال قرار گرفته خارج میشه و اگر هم اخبار رو هم دنبال کنید طی چند ماه گذشته بخصوصا بعد از زن زندگی آزادی نگرش مردم جهان به ایرانی فرق کرد یعنی مدیا خوراکش رو عوض کرد شاید سی سال پیش مردم در استرالیا یا ایرلند فکر میکردن مردم تو ایران شطور سوار میشن ولی خب یواش یواش مدیا عوض شد اگه دقت کنین چقدر از یوتیوبرها و بلاگرهای خارجی به ایران اومدن و تلاش میکنن ایران رو به گونه دیگر جااندازی اندازی کنن چون در ذهن اکثریت مردم جهان ایران به عنوان یک کشور عرب و تروریستی معرفی شده این آمدانه بوده طی چهار دهه گذشته و الان دارن عوضش میکنن و به عنوان یک قطب توریستی در خاورمیانه مطرح میشه و بازیها در خاورمیانه عوض شده با سرمایه گذاری های مثل شرکت اینتل 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری هایی که در عربستان امارات بحرین قطر انجام شده این منطقه برخلاف اروپا که طی به حال 5 6 سال گذشته یکی از بهترین جاهای جهان بود منطقه خاورمیانه به قطب توریستی و تکنولوژی جهان تبدیل میشه و با ایجاد این سرمایه گذاری ها باعث خواهند شده که تفکرات افرادی مقداری به هاشیه کشیده بشن و البته خیلی رو برای یک برنامه دیگه بر صورت ایجاد جوکریز به اروپا فرستادم و میبینیم که مثلا در کشورهای اروپایی مهاجرین در بر صورت برهم زدن نظم شهری چقدر دخیل بودن